از ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث ما تشکر میکنم که جناب معاون صاحب دوم در این رابطه ما را پشتیبانه کردن و از طریق هوا خواستن ما را کمک کنن. چند باره که اینجا رسید چون نیاز اولیشان خیمه است، تمام مردم هم تقاضای جمعید توضیح خیمه و آوالای غیر غذایی شامل کهپان انتجاد دودور 405 خانواده را ما کمک کردن و 605 خانواده دیگه هم در خط کمک هستن. سروی و ارزیابی ما ادامه داره که شاید یه ارقامش بیشتر شود از اون، چون قریه خیلی دور است از امتی در رسیدن این تیمای سروی و ارزیاب یک کمی زمان کار دارد. آقای کلانتری میگوید بررسی هایی که در بخش هایی از دره‌صوف بالا و پایین در ولایت سمنگان صورت گرفته نشان میدهد که میزان خسارات ناشی از این رویداد چشمگیر بوده است. او میگوید بر اساس بررسی ها شمار زیادی از خانه هایی که بر اثر زلزله قسمان آسیب پذیر شده بودند، اما در پس لرزه هایی که بعد از این زلزله به وقوع پیوست این خانه ها کاملا تخریب شدند. میزان خسارات بسیار است و چندی پس لرزه دیگه هم با خود داشته. او خانه هایی که قسمان تخریب شده یا درز کرده بود اونا هم به اثر از پس لرزه همیشان چپل شده. قریه را من دیدم که به اثر پس لرزه اگر در قبل زلزله دو خانه خراب شده بود، به اثر پس لرزه در حدود 50 خانه رسیده. تا جای گزارش ها به من رسیده از قریه و قصبات خود مردم ها دیدیم، حتی خانم ها به اثر وحشت زلزله قبل از موعد وضع حمل کرده. در گذشته نیز بخشای نزدیک به سلسله کوههای هندوکش شاهد زمین لرزه های قوی بوده است. در سال 1381 زمین لرزه به قدرت 5.3 درجه ریشتر در بغلان ولایت همجوار سمنگان منجر به کشته شدن حدود 1000 نفر شد. در سال 1377 نیز دو زمین لرزه به قدرت 5.9 و 6.6 درجه ریشتر در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان بیش از 6000 نفر را به کام مرگ کشاند. برمیگردیم به کابل. شماری از اعضای ولسی جرگه نام نویسی نامزدان پارلمانی را بر اساس فرمان تقنینی مخالف قانون اساسی میخوانند، اما شماری دیگر آنان با رفتن به مراکز ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی عملا این فرمان را تایید کردند. کریم سروش و ولسی جرگه رفته و از تناقض گویی ها در درون مجلس این گزارش را تهیه کرده است. با ندرت اتفاق می افتد که همه صاحبان این چوکه ها در جلسات عمومی مجلس شرکت کنند. چوکه های خالی در این مجلس این بار اما دلیل دیگر دارد. آغاز برنامه نامنویسی نامزدان انتخابات پارلمانی اکنون سبب شده است که نمایندگان مردم برای تصاحب دوباره این چوکه ها در جلسات عمومی حاضر نشوند. این در حالی است که ثبت نام نامزدان مطابق فرمان جدید جریان دارد. با این حال اما شماری از اعضای این مجلس میگویند که نامنویسی نامزدان بر اساس فرمان تقنینی مخالفی چیزی است که آنان تصویب کردند. امروز ما در خلای قانونی قرار داریم. به دلیل تا امروز جرأت نکردیم که بریم خود سمت رجیستر. بانکی شماره بیشتر از اعضای ولسی جرگه از اجرای کردن فرمان جدید حمایت میکنند، اما برخی دیگر از این نمایندگان نام نویسی مطابق فرمان جدید را مخالف قانون اساسی میخوانند. جنجال بر سر قانون انتخابات پس از آن بالا گرفت که ولسی جرگه فرمان تقنینی آقای کرزی را رد کرد. گفته میشود که سازمان ملل از برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس فرمان جدید حمایت کرده است. این در حالی است که محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه از نام نویسی نمایندگان حمایت میکنند. بحث دیست که ثبت نام به معنای صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد شدن نیست. یک ضرورت است که وکیل صاحبای را درد میکنن و بچه پاچاخان را بیان کرد که آم مردم هم برفتن شما را با آم مردم واجه نمی سازیم. اگر کسی ثبت نام میکنه معنای صحه گذاشتن نیست، در قضیه را دوام میدین، حساب میکنین، مقلی دارم بیدین. ولسی جرگه برای 3 روز آینده برگزاری جلسات این مجلس را تعطیل اعلام کرد. این مجلس فیصله کرد تا نمایندگانی که خواستار شرکت در انتخاباتند در این 3 روز فرصت می‌یابند تا در برنامه نامنویسی نامزدان شرکت کنند. این هم یک خبر فرهنگی. هوا و فضای کوچه خرابات که اکنون به شهر کنن نیز شهرت گرفته، روزگار سرشار از سرود، ساز و آواز بود. اکنون و در سالهای اخیر اما این محل که زادگاه موسیقی کلاسیک نیز یاد می شود از یاد برده شده است.
آن دوره که شاه حسین اشرفی به بهانه سالروز خاموشی شهیدای عاشق استاد موسیقی سر زده به کوچه خرابات دریافته است که دیگر آنشور سابق در اینجا حکم فرمان نیست. از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه. میگویند که موسیقی غذای روح است. هر کسی که غم داشته باشد و روحش از چیزی رنجیده باشد، با گوش دادن به موسیقی از دنیای غمناک خود به دنیای از خود بیگانگی پناه میبرد. موسیقی آنطوری که استادان و یا کسانی که در این عرصه وارد شدند میگویند که یعنی اشتیاق و تقلای عاطفی و روحی انسان، و در یک کلام موسیقی صدای روح و روان آدمی است. کوچه خرابات جایگاه بزرگ مردانی این عرصه بوده است. استاد غلام محمد دستگیر شیدا یکی از این اساتید بزرگ موسیقی بوده است. او که شیدا معروف شد در سال 1349 خورشیدی در کابل از دنیا رفت. اکنون فرزندان شیدای عاشق میگوید که پدرشان برای حفظ اصالت موسیقی تلاش میکرد و غزلهای ناب را از بزرگان عرفان با موسیقی و صدای خود ماندگار کرد. استاد شیدا بسیار یک آدم بزرگ، بسیار یک آدم مردمدار، یک آدم شریفی. اونا رو مردم بسیار دوست داشتن به خاطر که عطر خواننده بود. همین مردمایی که هنرمندای ما که در کوچه خرابات ساز میشد، موسیقی میشد، گرمانیان میشد، میشتن بین خود موسیقی میکردن، اما استاد شیدا رو بسیار دوست داشتن به خاطر از اینکه ای تومری خان بود. چهارم سال برابر با چهلمین سال روز در گذشته استاد شیدا بود. فرزندان شیدا میگویند که از دانش موسیقی و از اساتید موسیقی باید یاد بود شود. و شما باور کنید ما هر جای میریم، ما چی که هر آوازخانه که از طبقه مردم خرابات در جای میرن، مردم طرز و غزل استاد شیدا را هیچ امکان نداره که در اوتوی یا در محفل خوشی فرمایش نتن. استاد غلام دستگیر شیدا در صبح روز سوم ثور سال 1349 خورشیدی در یک حادثه ترافیکی به شدت زخمی شد. در این حادثه استاد شیدا در حالی که به همراه گروه هنری خود از قره‌باغ شمالی به کابل باز میگشت، موترش تصادم کرد و به شدت مجروح شد. جراحت استاد شیدا شدید بود و فردای آن روز در کابل جان سپرد. گزارش بود از شاه حسین اشرفی. هیئت نظامی ولس جرگه برای حل اختلافات به وجود آمده سوی رئیس جمهور پذیرفتن نشده است. این هیئت در نظر داشت تا دلایل ولس جرگه را در مورد رد فرمان تقنینی به حامد کرزی روشن کند و به عنوان آغاز تازه ترین راه حل پنداشته می شد که ولس جرگه در آن پیشگام شده است. جنجال بر سر قانون انتخابات پس از آن بالا گرفت که ولس جرگه فرمان تقنینی آقای کرزی را رد کرده و مشرون جرگه آن را در دستور کار خود قرار نداد. کریم سروش گزارش می‌دهد. هیئت 11 نفره ولس جرگه نرسیده به ارکی ریاست جمهوری از آقای کرزی پاسخ منفی دریافت کرد. اعضای ولس جرگه میگویند که رئیس جمهور حاضر نشد تا در مورد فرمان رد شده تقنینی انتخابات با هیئت نظامی این مجلس صحبت کند. رئیس ولس جرگه نپذیرفتن هیئت ولس جرگه از سوی رئیس جمهور را بی اعتنایی به ولس جرگه تعبیر کرد. رسما از آفیس شما از اینکه تا حال رئیس جمهور افغانستان آماده پذیرش هیئت ولس جرگه نشده، جدا تاسف میکنم که نباید این کار صورت بگیره. اگر دیدیم شد که برن گزارشات غلط، مشورهای غلطی که برای جمهور داده میشه اما اصلاح شود، فرستادن هیئتی از طرف ولس جرگه برای بحث بر سر این قانون به دفتر ریاست جمهوری آغاز تازه ترین راه حل خوانده شده که ولس جرگه در آن پیشگام شده بود. از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم میگویند که رفت و آمد کوچه ها در شماری از مناطق باعث دردسر برای مردم شده است. آنان تاکید میکنند که مشکل کوچه ها به منطقه خاصی از کشور محدود نمی شود و به این معنی یک مشکل فراگیر باید به آن فکر شود. وجود دولت افغانستان به دفعه ضابطه جمع می کنم اقوام متعددی کوچه ها در یک دشتی در رسولی بریگوره کنم دشت خاکه مجد تجمع کردن. البته این رئیس
نظام میدن ما فرمان از رئیس دولت داریم. اگر ما کمیسیون نکی برای حل مشکلات کوچه و مردم از درجات یا برای حل مردم کوچه و مشکلات مردم کوچه و دینشنات تعیین شده بود، اگر اون را به مبادرت کنن با کمیسیون اشکال کوچه ها. ولسی جرگه میگوید کوچه ها نه تنها مشکل را برای مردم هزارآجات خلق کرده، آنان همچنان یک مشکل سراسری را در تمام مناطق به وجود آورده است. یونس قانونی میگوید برای رستگی به این مشکل باید برنامه راه حل بنیادی جستجو شود. بهترین لاره دا ده چې د کمیسیون چې تاکل شوی دی ټول لیستونه دغه لاره د حل وسیله چې په داسې وشي چې اسکان دا خبره هر څه چې کېږي خطا دی چې دا مشکل په بنیادي توګه حل شي، کنه هر کار موږ تاسو ته مسلسل سره مخامخ کړو.